photojournalist. I've been a photojournalist for about 30 years. من عکاس و خبرنگار هستم. در 30 سال گذشته برای نشریات گوناگون از جمله مجله تایم، نشنال جئوگرافی و روزنامه نیویورک تایمز کار کردم. 9 ساله بودم که پدرم ارم آواکیان که فیلمساز و کارگردان بود به من داستانگویی با زبان تصویر رو آموخت. من رو روی زانوش مینشوند و در مورد عکس‌های روزنامه‌ها برایم توضیح می‌داد. گاهی به من اجازه می‌داد در تدوین فیلم‌هاش کمک کنم. مادرم دوروتی تریستان نیز بازیگر بود. بیشتر بچه‌ها به ورزش علاقه دارن، اما من همیشه عکاسی رو برگزیدم. الکساندرا آواکیان در سال 1960 در نیویورک متولد شد و در 1984 حرفه عکاسی را به صورت جدی آغاز کرد. از آن زمان تا کنون وی مهمترین وقایع زمان را به تصویر کشیده است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وقایع نوار غزه، شورش در هاییتی، تخریب دیوار برلین، انقلاب مخملی در چکسلواکی، مرگ آیت الله خمینی در ایران و جنگ سودان و سومالی از آن جمله اند. دلیل دیگر علاقه‌ام به خاورمیانه تبارم است. کودکی من مملو از فرهنگ و آیین‌های شرقی بوده. پدر بزرگم از ارمنی‌های ایران بود. وقتی متوجه شدم که تاریخ چه بر سر ارمنی‌ها آورده، تصمیم گرفتم به اونجا سفر کنم و با سرزمینی که سرنوشت اونها رو به خود دیده است از نزدیک آشنا بشم. می‌خواستم بدونم مادری که با فرزنداش از کاشانه می‌گریزه چه احساسی داره. آواکیان در این سفرها خطر رگبار گلوله را به جان خریده، به جاسوسی متهم شده، در بین رزمندگان حزب الله لبنانی زندگی کرده، زیر دست و پا خونین و مالین و حتی زندانی و تهدید به مرگ شده است. حاصل کتابی است چاپ نشنال جئوگرافی به نام سفرهای من در دنیای مسلمانان، پنجره‌ای به روی رو. Almost 20 years of photography. It's a memoir. این کتاب تجربه 20 سال زندگی است. درست مثل دفتر خاطرات. یک بخش از این کتاب به ایران اختصاص داره. دفعه اول در سال 1989 میلادی به اونجا سفر کردم. درست پس از مرگ آقای خمینی و پس از پایان جنگ ایران و عراق. در تابستان حال و هوای سرد و غم‌انگیز زمستون حکم فرما بود. در سال 1998 به ایران بازگشتم. آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهوری از خبرنگاران و فرهنگیان خارجی دعوت کرده بود از کشورش دیدن کنند. ایرانی که این بار دیدم تفاوتی فاحش با دفعه پیش داشت. امید برای اصلاحات اجتماعی همه جا به چشم می‌خورد. اجازه داشتم هر جا که می‌خواستم برم، به جز ناحیه‌هایی مثل بلوچستان که جونم اونجا در خطر می‌افتاد. الکساندرا آواکیان تنها خبرنگار خارجی بود که اجازه یافت در هواپیمای شخصی با یاسر عرفات به لیبی سفر و با قذافی ملاقات کند. I do think my experience would have been different if I were a man. I think می کنم اگه مرد بودم تجربه‌ام متفاوت بود. خبرنگار زن بودن در کشورهای اسلامی امتیازی محسوب می شود. چرا؟ به این دلیل که لباس اسلامی پاسپورت شما می شود و در خانه همه به رویت باز می گردد. ولی اگه مرد باشی به علت محدودیت های دینی و فرهنگی به زندگی خصوصی زنها راهی نداری. حرفه یک خبرنگار ایجاب می کند که مثل مگس روی دیوار گوشه بنشیند و بی صدا اجازه بده مردم داستان زندگیشون رو با زبان خودشون بیان کنند. Very much engaged in countries as always that have had difficulties. من بیشتر به کشورهایی سفر می‌کنم که مردمش با مشکلات و تغییرات بیشماری دست و پنجه نرم می‌کنند. تجربه‌ام این بوده که درد مردم در شرایط گوناگون با همدیگه قابل مقایسه نیست. اما در پایان انسان‌ها از هر جا که باشند امنیت می‌خوان. می‌خوان فرزندانشون گرسنه نباشند. کار و آزادی بیان می‌خوان. در کل نیازهای پایه‌ای در سراسر جهان امری مشترکه. در جلسه پرسش و پاسخ پس از نمایش عکس‌ها از خانم آواکیان در مورد اهمیت پخش عکس‌هایی مانند ندا آقا سلطان در جنبش اخیر ایران پرسیده شد. وی استفاده از مردم به عنوان رسانه را در فاش کردن نقض حقوق بشر بسیار مهم شمرد، چه در زندان ابو غریب باشد، چه در ایران و یا غرب چین. Wherever it happens.
ترس‌ها احساس غم و شادی را با هم در من به وجود آورد. مثلا دیدن فردی که در خیابان جان می سپرد یا لحظات خوش در جشن عروسی. قابل تحسین است که او تا چه حد قادر است به زندگی مردم وارد شود. در عکس‌ها می توان لایه‌های گوناگونی را دید. نخست صحنه ای را که عکاس تسخیر کرده و سپس آنچه بر او گذشته تا آن لحظه را تسخیر کند. من به عنوان یک سومالیایی فکر می کنم الکساندرا با چه جرأتی در زمانی که همه از کشور فرار می کردند به سومالی وارد شده. من هیچ خاطره ای از کشور زادگاه هم ندارم و عکس های او برایم ارزش شخصی دارند. می گویند هر عکس برابر هزار کلمه است. به خاطر عکاسانی مثل اوست که مردم دنیا به چشم می‌بینند که بر مردم کشورهایی مثل ایران، عراق و فلسطین چه می‌گذرد.